سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی نهایت خوش اومدید. تو این قسمت قراره با هم دیگه بریم سراغ مبحث مجموعه در رابطه با مجموعه ها صحبت کنیم. برای اینکه مطلب رو بهتر متوجه بشید بچه‌ها، من ترجیح دادم که در قالب مثال مطلب رو براتون تشریح کنم و متوجه بشید ببینید داستان مجموعه اصلا چی هست. یه مثال آموزشی خیلی خوب داریم. گفته با توجه به دو بازه آ باش فاصله منهای 5 باز تا 3 بسته، بعد در ضمن بی هم باشه فاصله منهای 2 باز تا 1 باز، چون میدونی که نماد کروشه به معنی بسته بود و پرانتز به معنای باز بود. اون وقت شما بفرمایید که حاصل این عبارت ها چی میشه؟ بی منهای آ، آ منهای بی، آ اجتماع بی و آ اشتراک بی. هر وقت به شما اومد بازه داد و ازت اجتماع و اشتراک و اینجور داستان ها رو خواست، بهتره که شکلش رو رسم کنی روی محور ایکس ها. پس من میخوام شکل اینو بکشم. اولی بوده از منهای 5 تا 3، پس منهای 5 شروع کنم به 3 ختم کنم، چون منهای 5 من پرانتز داشته دایره تو خالی استفاده کنم و به این دلیل که 3 کروشه داشته از دایره تو پر براش استفاده میکنم. پس شکل اولی که مشکلی ندارم. شکل دوم گفته فاصله منهای 2 تا 1 در ضمن به این دلیل که چون هر دو تا پرانتز بودن باید برای هر دو تا از دایره توخالی استفاده کنم. پس فاصله منهای 2 تا 1 در ضمن هر دو تا هم دایره توخالی دارن. حالا بریم قسمت به قسمت اون چیزی که طراح میخواد واسش حساب کتاب کنیم. قسمت اول گفته آ اشتراک به چی میشه؟ دوست من آ اشتراک به یعنی اونجایی که دو تا محور دقیقاً روی همدیگه قرار گرفتن، دو تا بازه ها روی همدیگه هستن، میشه فاصله منهای 2 تا 1. پس من هم نوشتم منهای 2 تا 1. سوالی که تو ذهن داره شک میگیره اینه آقا تو چرا کروشه نذاشتی؟ چرا اومدی از پرانتز استفاده کردی؟ با توجه به اینکه خود منهای 2 و خود 1 دایره توخالی دارن، یعنی جزء جواب من نبودن، پس من مجبورم که از پرانتز استفاده کنم. وقتی از کروشه استفاده میکنم که هر دو تاشون تو پر باشن، یعنی منهای 2 وقتی تو پر هست، بالایی که تو پر بوده تو نقطه منهای 2، خود منهای 2 هم باید تو پر باشه که بتونم از کروشه استفاده کنم، وگرنه مجبوری از پرانتز استفاده کنی، چون یکی از این دو تا شکل شامل جواب نبوده. قسمت بعدی گفته بگو ببینم آ اجتماع ب چی میشه. آ اجتماع ب یعنی از ابتدای شکل شروع کن تا انتهای شکل هر جا که فقط یه نمودارم وجود داشته به عنوان جواب شما شامل میشه. شکل از کجا شروع شده؟ شکل از منهای 5 شروع شده، همینجوری باز خودش اومده تا رسیده به 3. پس در نتیجه اجتماع من میشود منهای 5 تا 3. منهای 5 که تو خالی بوده باید براش پرانتز بذارم، در ضمن 3 تو پر بوده، پس براش چی استفاده میکنم؟ کروش استفاده میکنم. بعدی گفته بگو آ منهای ب چی میشه. آ منهای ب از نظر مفهومی یعنی چی؟ یعنی توی مجموعه آ اون قسمت هایی که متعلق به بی هستن رو حذف کن، جوابت بنداز بیرون. آ من از منهای 5 شروع شده اومده تا 3، قسمت هایی که مربوط به بی می شده یعنی فاصله منهای 2 تا 1 رو عجبا میخوام بندازم بیرون. اگه این فاصله رو بندازم بیرون، یه بار از منهای 5 باید بیام تا منهای 2، یه بار هم از 1 باید بیام تا 3. سوالی که واسه چک میگیره اینه چرا برای منهای 2 و چرا برای 1 از کروشه استفاده کردی؟ ببین با توجه به اینکه منهای 2 جزء جواب بی من نبوده، پس منهای 2 نمیتونه جواب بندازه بیرون. حالا که منهای 2 جواب نمیتونه بندازه بیرون، خب جزء جواب هست دیگه، براش کروشه میذاریم. عدد بعدی هم همینطور، 1 جزء جواب بی نبوده، چون جزء جواب بی نبوده از A کم نمیشه، یعنی تو A خواهد مون، پس برای A چی گذاشتم؟ برای 1 هم کروشه گذاشتم. و اما قسمت بعدی گفته بی منهای A چی میشه؟ یعنی توی بی اون قسمت مشترک با آ بنداز بیرون. ببین بی خودش زیر مجموعه ای از آه، پس اگر من توی بی بخوام آ بندازم بیرون، در حقیقت کل سوال انداختم بیرون، جواب من برابر خواهد بود با توی. با توجه به این سوالی که حل کردم، این سوال به عنوان تمرین لطفا خودت حل کن. سوال چی گفته؟ گفته آ فاصله منهای 1 تا 3 بسته، بی 0 تا 4 باز، سی هم هست 3 بسته تا 6 بسته، بگو حاصل این عبارت برابر با چی میشه. برای اینکه سوالا رو چک کنیم و مطمئن بشی درست حل کردی، در انتهای این ویدیو میتونی فقط جواب گزینه رو به عنوان کامنت بذاری، من حتما بررسی میکنم جواباتونو و جواب صحیح واسه تو میذارم. پس چی شد؟ توی سایت کانون بعد از اینکه تونستین به جواب برسین، فقط گزینه جواب رو کافیه برام اونجا کامنت بذارید. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.